همکارم بردیا افشین اینجا در استودیو با ماست بردین به ما بگو از اهداف سفر بلینکن به لندن و دیدارش با همتایان شماری از کشورهای عربی این سفر در پی سفر وزیر امور خارجه آمریکا به خاور میانه شکل میگیره او یازده بار به منطقه سفر کرده بود این آخرین بار هم به اسرائیل رفت و به قطر و عربستان سعودی اگر یادمون باشه در ابتدای تمام سفرهاش برای سفر او یک حالت پیشگیرانه داشت از اون چیزی که او همواره هشدار میداد اینکه اون چیزی که در غزه میگذره حملات تلافی جویانه اسرائیل در پی حملات حماس روز 7 اکتبر ممکنه سر سرازیر بشه به مناطق دیگه ای و توسعه پیدا کنه گسترش پیدا کنه و حالا پس از یازده همین سفرش ما شایدیم که گسترش پیدا کرده الان شاید تنش ها در لبنان جنگ رو در روی حزب الله و اسرائیل و همینطور تنش فضاینده بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل و حالا این طبیعت سفر او یک مدیریت بحرانه در پی حالا دیدارهایی که در خاور میانه داشته و حالا دیدارهایی که میتونه بسیار مهم باشه در ظاهر این دیدارها بر سر مسئله غزه است شاید اونها یک امیدواری هایی داشته باشن که پس از کشته شدن رهبر حماس یحیی سینوار در غزه میتونه پنجره باز شده باشه برای پیشبرد اون گفتگوهای صلح به نظر میرسه در دیدارهایی که داشته در منطقه در صحبت هایی که مثلا با هاکان فیدان داشته همتای ترکیه خودش آنتونی بلینکن الان امیدوار که این پنجره باز شده باشه دوم بحث مسئله لبنان که خودت بهش اشاره کردی باز هم اصرار بر اون قدنامه 1701 سازمان ملل متحد و این که حتما پشت درهای بسته درباره تنش ها بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل صحبت خواهند کرد که این کشورهای عربی منطقه مطمئنا متاثر از این تنش ها خواهند بود و خب واکنش اونها موقعیت اونها بسیار میتونه مهم باشه بنابر این گفتگوها بر سر مدیریت بحرانی که فزاینده بوده و میتونه گسترش پیدا بکنه بردیا چقدر این امیدواری وجود داره که اهدافی که بلینکن برای این سفر تعریف کرده عملی بشه یکی از چیزهایی که میتونه ناامید کننده باشه ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار داریم مطمئن نیستیم که دموکرات ها همچنان بتونن در کاخ سفید باقی بمونن این بر همین موزه آمریکا رو در این گفتگوها با طرف عربی یا طرف اسرائیلی تضعیف میکنه شاید هیچ کدوم گوش ندن به اون خواسته هایی که حالا آنتونی بلینکن میتونه مطرح کنه او خواستش مصر بر آتش در غزه و آزاد کردن همه گروگان ها و همینطور دو طرف در دو سوی مرزها به اون لبنان و اسرائیل بتونن اون شرایط رو فراهم کنن که صلح بشه البته او در صحبتهایی که داشته تاکید بر این نداشته که مثلا اون چیزی که خواسته اعرابه تأمین بشه که مثلا به صورت فوری اسرائیل عملیات نظامیش رو در لبنان قطع کنه او گفته که اصرار او بر اینه که این عملیات محدود باشه اما یک نکته بسیار مهم هم همینه که امروز هم تمام اون همتاهایی که او خواهد دید یادآور به بلینکن خواهند شد که جامعه عرب هم یک جامعه همگر نیست اونها خواسته متفاوتی دارند مثلا وقتی که با عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن نسانی دیروز گفته گو میکرد وزیر امور خارجه قطر به او یادآور شد که خواسته قطر چه خواسته قطر اول آتش بس در غزه و بعدا آزادی گروگان ها این چیزیه که مثلا وزیر امور خارجه اردن میتونه متفاوت تعبیر کنه از اون آتش بس در قزه ولی همه جامعه عرب میتونن نقش کلیدی داشته باشن برای فردای آتش بس یا صلح در غزه در باسازی غزه که بسیار کار سختیه با اون بحران انسانی که ما شاهدشیم و تصور میشه که حتی مثلا اگر بخواد قضه برگرده به اون رشد اقتصادی پیش از حملات 7 اکتبر 350 سال طول میکشه اما این مسئله خواهد بود که حتما آنتونی بلینکن با هم تاهایی خودش از جامعه عرب صحبت خواهد کرد سوای مسئله بحران قضه، لبنان، قضیه تنشای بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل فردای روز قضه هم چیزی که جامعه عرب بهش اصرار داره متشکرم بردیا همکارم بردیا افشین جو در استودیو با ما